بله جرمی بله خدا بس. Chua. بچه سلام، یه لحظه بچه سلام، الان ما کلاس علوم داشتیم و کلاس هشتم بود، یه لحظه ما با شما کار دارم. بچه هم نمراتون تحصیل شد، خب نمرات تحصیل شد و نمرات هر کی برای خودش فرستادم. خب اما یه دو سه نفر، سه چهار نفر هستن که نمره شما ندیدم، خب نمره براشون گیرش نیومد، از جمله متین محمد مهدی متین فرد. متین من برگت ندیدم، خب ببینیم برگت چی شده. خب بعد دیگه برگه اسلامپور، شما نمرات گیرت اومد اسلامپور، شما نمرات گیرت اومد. بعد اگه دیگه بله خب اسلامپور خدا روش گیرش اومد. دیگه ببینیم کی برگش گیرش نومده. بچه ها برگه کی گیر نیومد؟ صداقتپور نورت گیرت نیومده؟ نورت گیر. خب اگه گیرت نیومده امشب به نه، خب امتحان داده بودیه صداقتپور، امشب به داخل شاد یه پیام بده. خب امشب داخل شاد یه پیام بده تا نورت پیدا کنم. دیگه بچه ها کسی بوده که نمرش گیرش نیاد؟ هر کی نمرش گیرش نیومده به امتحان داده به ما این پیام میبده. باشه؟ خب چی؟ کوسری؟ شما هم برگتون گیرتون نیومده کوسری؟ شما هم پیام بده. گفتم هر کی گیرش نیومده، چهار پنج نفر ما اسم ندیدم، چهار پنج نفر ندیدم، این چهار پنج نفر به ما یه پیامی بدن. بچه هر کی که برگشت گیرش نیومده ما نمرش اعلام نکردمه، ما خواستم نمراتو بذارم تو گروه، گفتم بعضی دیگه حتما نمیخوان که نمرشون کسی بفهم، دیگه نمراتو نذارشون تو گروه. خب اما هر کس که نمرش گیرش نیومد به ما یه پیامی بده داخل شاد، به ما پیام بده تا ما بگیریم امتحان داده برگشت هست یا نیست. اگه کسی فکر نکنم برگه تو گروه کسی نذاشته، درسته؟ خب الان ریاضی میاد، الان ریاضی میاد. خب کارمندان بچه الان ریاضی میاد، آیا رسوار میگفتم این چند دقیقه کلاس رو ما بده تا ما بعد الان چه؟ الان آیا رسوار میاد؟ خب یه دن آیا رسوار؟ Thank you.
سلام بچه های عزیز، وقتتون بخیر، خسته نباشین. آقای گرگین، شما ضبط کردی فیلم خودتو؟ بفرمایید آقا استاد. چطور هم نمیم که باز باشه؟ جان؟ چطور شما؟ من باشه اشکال داری هست، تو میانم جایت میکنم. بس آقای رسپایی زحمت بکش، چون این سیستم ضبطش اگه خیلی کلاس طولانی بشه بعد لوحات از ضبط میان بیرون. بسه این 30-40 دقیقه که چیز کردیم، تدریس کردیم تا فیلم ضبط کنم، یه دو دقیقه سلاحی استراحت بکنن داره بعد دوباره شما باشه. دست شما درد میکنم. مویان رو بسید دست شما خواهد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقتتون بخیر. خب دوستان، فرصتی پیش اومد که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که بتونیم به هر حال مثمر ثمر واقع بشیم و شما هم بهره لازم را انشاءالله ببرید. خب دوستان، آیه کمالی را شنیدید، گفت که من چت بچه ها را ببندم یا نه. ببین شما اگر پیام های غیر مرتبط را ارسال بکنید و چت بکنید، ما مجبوریم که در واقع به صورت کانال در واقع در بیاریم و یک طرفه بکنیم کار رو. بنابراین ما از اون میخوایم که شما حتما انشاءالله رعایت بفرمایید و مزاحم هم دیگه نشید. بله، من میکروفون رو وصل نکرده بودم، ممکنه صدا بد میاد، حالا ان شاءالله اصلاح میشه. خب پیام های غیر مرتبط رو نفرستید تا ما هم مجبور نشیم که بخیر در واقع ارتباط رو با شما قطع کنیم. من دوست ندارم ارتباط قطع کنم و میخوام که اگر موردی هست مثل الان که بچه ها اشاره کردن و گفتن که ما صدا نداریم، حداقل ما در جریان قرار بدن و ما اصلاح بکنیم کار رو که شما بتونید با ما ارتباط داشته باشید. بنابراین سعی کنید که پیام های غیر مرتبط رو نفرستید. اگر کسی مطلبی داره میتونه تقاضا بده، من میکروفونش رو باز میکنم و صحبتش رو بکنی، هیچ اشکالی هم نداره. از بنابراین از طریق چت خیلی زیاد ضرورتی نداره که شما بخواید بخواهید اعتبار در قرار بگیرید. بنابراین چت هاتون رو بذارید کنار و احتیاجی نیست. خب حالا اگه مطلب خاصی وقت هست، ما برها در خدمتون هستیم و شما بگید. از اون مرتبط با درس باشه، اگه مرتبط با درس باشه هیچ اشکال نداره. مثلا یه چیزی بچه ها میفرستن الان من نگاه میکنم، جناب امیری بگید گوشیمون خراب، حالا من آقا چیکار کنم گوشی خراب بوده، اگه از ما چه برمیاد؟ من اگه کاری که از ما برمیاد از ما تقاضا نکنید. و فقط در ارتباط با مسائل درسی اگر موردی هست ما در خدمتتون هستیم. در رابطه با امتحان کنم، من برنامه رو کامل بررسی کردم و تصحیح کردم، متأسفانه من گوشیمو نیاوردم چون شارژ نداشت، مجبور شدم خونه گذاشتمش و الان نمره شما در اختیار من نیست. ان شاءالله نمرتون رو من جمع‌بندی می‌کنم جلسات آینده که خدمت رسیدین بهتون اعلام خواهم کرد. اینا بحث امتحان. خب حالا ما جلسه قبل اومدیم جمع‌بندی کردیم فصل 2 رو، یعنی در واقع فصل 2 رو مطالبش رو گفتیم. همچنین خواستیم از شما که برای فصل بررسی بکنید تا اشکالیاتتون مشخص بشه. و دیگر این که من یه مقداری پیام ها از طریق شاد براتون در واقع ارسال کردم امروز، حل کل تمرینات فصل 2 رو. این اگه کسی تمرینات فصل 2 رو نتونسته حل بکنه، میتونه اون پیام هایی که از طریق شاد من ارسال کردم باز بکنه و پاسخ تمرینات رو داشته باشه. خب اگه من بخوام یکی یکی تمرینات رو حل بکنم یه مقدار وقت گیره و باعث میشه که زمان از دست ما بره. بنابراین انتظار حل همه تمرینات از من نداشته باشید. جلسه قبل
بعد بچه‌ها بعد از تمرینات از من توضیح خواستن، من در خدمتتون بودم و الان هم هستیم. حالا اگه کسی مثلا تمرین به خصوصی از این قسمت از فصل دو نتونست حل بکنه هیچ اشکال نداره، بفرمایید ما حتما پاسختون رو خواهیم داد. خب اجازه بیده من این حضور غیاب بکنم، چون بعدا این مقدار دیر میشه ممکن نرسیم حضور غیاب بکنیم. خب دوستان، جناب کشفی خب سه تا کلاسی ما داریم، من میدونم به ترتیب اسامی هم متاسفانه نداریم که من میخوام یک جا بره و بگرم پیدا بکنم. خب جناب کشفی حاضر هستن، جناب آزادی هستن، دیگه جناب حسینی سید رضا، سید رضا حسینی بله هستن، دیگه جناب پارسی حتما اینجا هستش بله، جناب حاجتی خوبه، جناب فروزنده، خب جناب فروزنده اینجا هست، دیگه جناب صداقت پور و اسفندیاری، اسفندیاری اینجاست، صداقت پور کجا ما میتونم پیداش بکنم، صداقت پور درست میگم؟ صداقت پور اینجا هستش بعد، دیگه آرمین اسفندیاری، سبحان زاره، اسفندیاری گفتم، سبحان زاره بعد اینجا تشریف دارن، دیگه رضا حسینی گفتم اینه که قاطی میشنم به شما، خب حمید کوسری و مهدی متین، کوسری و متین، کوسری اینجاست، متینم اینجا بله، متین پر، خب آرش امیری و محمدی، آرش امیری آرش امیری و کیارش محمدی همینطور دیگه درست بله، و جناب اسلامپور هم اینجا هستن. خب بعدی ها رو من ببینم، خب کیارش محمدی گفتن، اسلامپور گفتن، حالا جناب سید مصطفی موسوی، بعد فریدی، دیگه چکیل خون، چکیل خون بعد دیگه حافظ خو، بعد جلیلیان و علی اصغر ملاهی، جلالیان و ملاهی، جلیلیان و ملاهی، خب علی اصغر ملاهی، من جلیلیان رو پیدا نمی‌کنم، آه جلیلیان هم اینجا هست، بعد طاهری و افتخاری، طاهری و افتخاری، طاهری پر، افتخاری هم اینجاست، افتخار نژاد، خب بعد دیگه بقیه دوستان هم اینجا ببینم، بعد حسین پولادی،
بله امیر حسین پولادی دیگه، حسام محمدپور دیگه، یوسف امیری و جمیری، یوسف امیری و جناب جمیری، امیر محمد هم که هستن، پاپری بله پاپری فر، مهدی جعفری و باقری، مهدی باقری حامد، جاوید باقری و یکی بود بله مهدی جعفری. بسیار خوب جناب عرشی حاجتی و اولفرز فروزنده، حاجتی و فروزنده، عرشی حاجتی گفتن فروزنده را موضوعی غرب کردیم، علی اصغر کشفی، علی اصغر کشفی یعنی که تقیقی ها کردم چه سامی قاطی میشه به شما. خب محمد مهدی هاشمی منفرد، بله دیگه جناب امیر رضا فارسی، امیر رضا فارسی هم که حضوری ها کردیم، ستاری ابوالفضل، ابوالفضل ستاری بله دیگه، سبحان زاره، یعنی که حضوری ها شده، حسین احمدی بله ایشون هم هستن دیگه، مهدی ستوده و شاهین محدثی، ستوده ستوده بله محدثی هم اینجا تشکیل داره بله دیگه، صداقت پور و مصطفی موسوی
بعد هفته دو اقتداری رو من ندارم استاد امیر حسین باسولی مشتبه شبانکاره و امیر علی محمدی و سبحان مرآیی این اسامی رو که من خوندم. بعد دیگه از کلاس 8-1 سید حسن امیری شکاری زاده ها دوتاش نیستن متاسفانه، لیسی و مصابات. علی اقتداری میگه من هستم، بذار من حضوری ها شروع کنم. اقتداری هست درست میگه سبحان زاره. اونه که خوندم غایب هستن اون رو بگیم ولی بقیه در مزام نشین وقتا نگیدیم. سبحان زاره حاضری زدن. لیسی هم هست. بله مهر آین هم صبحان هم هست. بله من آده شما زدم. ابوالفضل صابر شما چه شعبی هستی؟ آه هست. بله ابوالفضل شعبی 3 هست درسته. ابوالفضل هم هست. خب دیگه کسی خفت ها نیست. بقیه هم هستن اگه هستن غایب هم دیگه. اگه بازی من اسامی غایبی رو بگم حامدپور، شاهین حامدپور غایبه دیگه، سیاکو غایبه و ابوالفضل موسوی. اینا 8-3 هستن. 8-2 کورش اکبری، ایوب استاد، امیر حسین باسولی، مشتبه شبانکاره، امیر علی محمدی و 8-1 سید حسن سید حسین امیری غایب، شکاری زاده ها غایب و سید عبدالرسول مصابات. خب دیگه کسی رو نمیدیم. خب بریم سراغ درسمون. خب از مطالب فصل 2 اگر دوستان کسی سوالی مطلبی داره بفرمایید من پاسختون بدم، بعد بریم سراغ ادامه درس. کسی سوالی نداره؟ هر کی سوال داره بگیتونم میکروفونش فعال کنم سوالش مطرح کنم. خب بری سراغ درسمون. خب جناب بنافی شما بفرمایید. بنافی صدا میاد؟ بله صدا دارم. بله صدا دارم. آقا ترکیب عملی ترکیب عملی ترکیب عملی دیگه؟ دیگه مردی نداری؟ خب جناب ایخ نداری تو؟ اقتداری. اقتداری. آخری. آخری خب از زمان اعتماد خیلی خوب نیست صدا تو نگاه ندارم. خب من ترکیب عملیات رو یه بار دیگه یادآوری میکنم برای اونایی که این مطلب رو میخوانم.
ببین آقا جان، ما برای اینکه حاصل یک عبارت رو به دست بیاریم یه ترتیبی در کارمون وجود داره. اون ترتیبی چی دستش کرد؟ میگفتیم که ترتیب انجام محاسبات ریاضی، یعنی ترتیبی که برای کار وجود داره اینجا الان میخواییم بیان کنیم. خب ترتیب ما اینه که در ترتیب انجام عملیات اولویت اول میشه با پرانتز از داخلی ترین پرانتز. یعنی وقتی ما میخواییم محاسبه را انجام بدیم باید این سراغ پرانتز عبارت، اونم از داخلی ترین پرانتزی که وجود دارد. یعنی ممکنه ما یه پرانتز داشته باشیم داخل اونم یه پرانتز دیگه باشه، از اولویت به اونی که داخل هست. قسم دوم اولویت با ضرب و تقسیم هست، ضرب و تقسیم اعداد. اولویت سوم با جمع و تفریق هستش. یعنی چی؟ یعنی اگه یه عبارتی به ما دادن ما باید این موارد تو ذهنمون باشه که طبق ترتیب اینها بریم محاسبات عملیاتمون انجام بدیم. مثلا یه جایی به ما میگن که عدد هفت منهایی دوباره هفت ضرب در پرانتز باز هشت به علاوه پرانتز منفی ده به علاوه پرانتز مثبت مثلا سه پرانتز بسته بازم بسته و بازم بسته. الان این یه عبارت عددیه، به ما میگه این محاسبه رو انجام بده. نگاه کنید، ما برای محاسبه این عبارت گفتیم چی؟ اولویت اول با پرانتزه. پس بنابراین نباید ما فوراً بگیم هفت منهای هفت. چرا هفت منهای هفت نباید بگیم؟ چون پرانتز داریم. یعنی وقتی تو عبارت پرانتز داره باید کاری به محاسبات قبل پرانتز نداشته باشیم، بریم سراغ پرانتز. خب سراغ پرانتز که ما میریم دوباره پرانتزی که اینجا باز شده اینجا بسته شده داخلش پرانتز است. پس اولویت بدیم با اون پرانتزی که داخلتری قرار گرفته. پس این پرانتز میشه داخلتری. نگاه کنید، آبیه رو یه آبی میشه داخلتری. حالا بعد میگیم داخلی آبی هم یه پرانتز دیگه هست. این پرانتزی که داخل آبی هست درسته هست، این پرانتز بهش میگیم پرانتز محافظ. پرانتز محافظ پرانتزی است که دور یه عدد میشینه، باعث میشه که علامت عدد و علامت بین قاطی قاطی نشن دوره خودمون. نگاه کن، مثلا من اگر اینجا بنویسم ده، اینجوری بزنم و بعد بزنم به علاوه چهار، الان معلوم نیست که بین ده و چهار منهای یا جمع. خب حالا من میگم چیکارش بکنیم؟ میگم اگر نمیخواد این سردرگمی برات ایجاد بشه، او علامت دومی رو اولی که ایشان قبل میشه بینه میشه او دومی رو بسنید داخل پرانتز که به عدد چسته تا بشه علامت عدد چهار. به اینجا ما میاییم دور عدد چهار و علامت مثبت یه پرانتز میذاریم. این پرانتزی که الان میذاریم میشه محافظ. از چی محافظ رو بکنه؟ از این که این علامت منها به جمع قاطی هم نشن. پس این پرانتز پرانتز محافظه، پرانتز محاسباتی نیست. ما میگیم پرانتز محاسباتی پرانتزی است که در داخل آن حد اقل دو تا عدد باشه. الان داخلی پرانتز یه عدد بیشتر نیست. داخلی پرانتز سیاهی که من الان قرمزش کنم فقط یه عدد وجود داره، اونم مثبت 3 است. پس این پرانتز پرانتز محاسباتی به حساب نمیاد. از این پرانتزی من گفتم نیست. این میشه پرانتز محافظ. حالا پرانتز آبیه، شما آبیه رو نگاه کنید. آبیه اینجا باز شده، اینجا بسته شده. در درون این آبیه دو تا عدد وجود داره، هم این وجود داره هم این. اینجا است که ما به این پرانتز آبی این پرانتز چی؟ محاسباتی. پرانتز محاسباتی یعنی ما باید اول جواب این قسمت رو بریم به دست بیاریم. پس بنابراین جواب این قسمت را
رو به دست دارید، کاری به نفعی حق دارید، نه کاری به این دارید، نه کاری به این دارید، فقط کارها فعلا به این قسمت است. یک قسمت داری چی؟ منفی ده به علاوه این مسئله که اینجا چون بین ده و منفی مسئله علامت جمعه، طبق قوانین جمع این حساب را انجام میدید. و قوانین جمع میگفت چی؟ میگفتش که اگه میخواد به دست بیاره چهار روش داری، یکی استفاده از محور، یکی استفاده از دایره، یکی استفاده از علامت، یکی هم استفاده از جدول ارزش مکانی که بهترینش استفاده از علامته. پس من از علامت اینو استفاده میکنم، یا علامت ده رو انتخاب میکنم منفیه، چون ده و سه مختلف علامت هستن اینا رو از هم کم میکنم. این جواب پرانتز آبیه. حالا من عبارت رو قرار کنم، بعد اینکه جواب رو به دست آوردم بازنویسیش بکنم. اگه تو هم بازنویسی کنی خیلی به نفع، خیلی راحت میتونی درکش بکنی. حالا اگه بخوام بازنویسی کنم چی میشه؟ یه مثال میذارم، من کاری میذارم، میشه حرف خودش، ایمن های حرف نخودش، ضرب در پرانتز. این پرانتز سیاه هست یا این پرانتز رو دارم میگم این آقی من دارش دارم چیز دارم. حالا داخلی پرانتز چه قرار میگیره؟ هشت به علاوه جواب و پرانتز آبیه که میشه هشت به آبیه، پرانتز منفیه، هفتی جواب آبیه است، پرانتز بسته. خب حالا عبارت ما بگو یه دو یه پرانتز بود، یه پرانتز اون تو بود، حالا شده یه پرانتزی که داخل یه پرانتزی وجود نداره، این که وجود داره که محافظه. حالا بعد این جواب این پرانتز رو به دست میاریم، چون علامت جمعه علامت بزرگی رو انتخاب میکنیم، مصدر میذاریم، چون مختلف علامت هستن از هم کمشون میکنیم. حالا جواب میدیم محافظه رو انجام میدیم، این که هم خودش منایع هم خودش ضرب در، حالا جواب داخل پرانتز شد چی هم؟ مصدر یک. تو پرانتز میذاریم مصدر یک. حالا چرا این پرانتز مخاطب ضرب جمع به هم قاطی نشن؟ این پرانتز محافظ الان. خب از پرانتز بود با پرانتز، ما رو پرانتز تمرکز کردیم تا جایی که عبارتی می پرانتز کردیم، یه پرانتز محاسباتی نداره. پس این بندی کلا تمام میشه. اولویت میشه با بند دوم. بند دوم رو اگه تو عبارت داری ضرب و تقسیم، برو ضرب و تقسیم انجام بده. و من الان اینجا ضرب دارم به تقسیم ندارم. حالا میگم یه حرف خودش باقی بمونه، یه حرف اولی رو دارم میگم. حالا این منفی هفت و این مثبت یک رو دارم ضرب بکن با خاطر علامت بسه چی که ضربه. خب میگیم منفی در مثبت میشه منفی هفت، یکی هفت. حالا هفت ملای هفت برابر با سه. این ترکیب عملیاته، این ترکیب عملیاته. برای چند تا عبارت مثلا ضرب و تقریب و جمع قاطی هم کرده بودن، ما به این ترکیب جواب عبارت رسیدیم. خب حالا اگه به ما مثلا گفتن که پرانتز منفیه مثلا چهل تقسیم برای پرانتز باز منفیه مثلا بیست پرانتز بسته ضرب در پرانتز مثبت سه، اصلا به مثبت سه اشکال نداره. اما اگه ببین انجام بدیم چی؟ خب دوباره میره این اولویت با پرانتز از داخلی داریم، اما ما این پرانتز محاسباتی اصلا نداریم. اگه داریم هم پرانتزهای ما هر یه عدد بیشتر داخلشون نیست، پس این پرانتزها پرانتز محاسباتی نیستن، پرانتز محافظن. خب پس بند اول ما اصلا نداریم که بخیم اجراش کنیم. خب میریم بند دوم ضرب و تقسیم. خب اینجا هم ضرب داریم هم تقسیم داریم، یکی نوع اول ضرب انجام بدیم یا اول تقسیم داریم. خب قانون به ما میگه که اگر تقسیم به ضرب عبارت هست، ترتیب عملیات وجود نداره، از سمت چپ به راست انجام بده برو جلو. یعنی چی؟ یعنی از چپش من علی شروع می‌کنم، اینو تقسیم بر علی می‌کنم، چون تقسیم به سه شده، جواب اینا که به دست اومد ضرب رو آخر می‌کنیم. بعد این دیگه نه بعد بی اولویت با ضرب هر ضرب انجام بعد تقسیم کنیم، نه اینطور نیست. پس دیگه میگیم که این دو تا رو بر هم تقسیم می‌کنیم، در تقسیم می‌کنیم منفی در منفی میشه مثبت، چه تقسیم بر 20 میشه 2. حالا این مثبت دو، مثبت دو جواب ایناست، می‌نویسیمش مثبت دو ضرب در پرانتز مثبت سه که پشت حسابی هست، اون بعد هستش دیگه. جواب اینا به دست ما ضرب در اون می‌کنیم، جواب برابر با مثبت 6. دقت کنید اگه ما این کار رو بکنیم ممکن جواب چیزی متفاوت در بیاد. مثلا شما نگاه بکنید اگر داشتید مثلا عدد 20 تقسیم بر دو
بعد ضرب 5 الان تو من هم تقسیم دارم هم ضرب دارم خب حالا چه کار کنم ببین اگه من بخوام انجام بدم قانون به من میگه وقتی که ضرب تقسیم داره از چپ به راست کار رو دنبال بکن دیگه اولویت نیست ما این ضرب برای تقسیم اولویت داره نه تو اولویتی نداره پس شما بچه کار بکنی باید از 20 تقسیم بر 2 کنی چه 10 10 رو ضرب بدی 5 کنی چه 5 حالا اگر ما این کار رو نکنیم بیاید اول ضرب بکنیم و هم میشه 2 5 تا 10 ده 20 تقسیم بر 10 میشه 2 که در حقیقی اول ضرب بیاید 2 5 تا میشه 10 تا و هم 20 تقسیم بر 10 میشه 2 در طول جواب ها 5 هست پس بنابراین وقتی که هم تقسیم هم ضربه از سمت چپ به سمت راست به ترتیب هر عملی که وجود داره حالا یا ممکنه طوری باشه بگه 20 ضرب 2 تقسیم بر 5 دوباره اینجا باید این نباید این 20 تقسیم این عدد تقسیم بر اینا باید این 20 ضرب در 2 میشه 40 40 تقسیم بر 5 برابر با 8 پس وقتی که هم ضرب هم تقسیم داره از سمت چپ به سمت راست کارمون انجام میدیم خب این در واقع ترکیب عملیات هاست که برای ممکنه ضرب و تقسیم و جمع و تفریق اینا رو همه به ما داره یا مثلا این جای ممکنه به ما اینطوری بگم میگم پرانتز باز منفیه مثلا منفیه 40 تقسیم بر پرانتز باز مثبت 5 پرانتز بسته بازم بسته بعد ضرب پرانتز باز منفی 7 منهای مثلا 3 پرانتز بسته خب الان شما نگاه بکنید ما در این عبارت هم تقسیم داریم هم ضرب داریم هم یه جمع مختصر شده داریم حالا به این تفریق هم اشکال نداره خب اینجا دیگه ما باید این اولویت باشه بگیم با پرانتز از داخلی داریم من داخلی تری ندارم فقط دو پرانتز دارم این یه پرانتز این هم یه پرانتز جواب هر پرانتز جدا جدا به دست بیاریم خب پرانتز اولی داریم چی داریم منفی چه تقسیم بر مثبت 5 خب در تقسیم میگفتیم اول تعیین علامت منفی در مثبت میشه منفی چه تقسیم بر 5 برابر به 8 حالا بریم سراغ پرانتز دوم پرانتز دوم اینجا یه جمع مختصر شده که جلسه قبل هم مختصر کردن به تو گفتم پرانتز ها رو برمیداریم و علامت ها رو برمیداریم علامت جمع رو الان این جمع مختصر شده است بگیم علامت حق رو انتخاب کنیم اینا مرتبط به علامه هستن و هم جمعشون کنیم هم حق منفی هم سه منفی حالا برای به دست آوردن جواب یعنی که مساوی می‌ذاریم جواب مختصر شد منفی 8 ضرب در جواب مختصر شد منفی 10 حالا عمل بهشون عمل ضربه بگیم منفی در منفی میشه مثبت 8 ضرب تا میشه 80 این ترتیب عملیات است که بنابر از من خواستید چشم ما گفتیم چشم که انجام میدیم براتون اتفاقا دست روی چیز بسیار مهمی هم میذارید کار بسیار خوبی میکنید و در واقع اگه نمیدونید دیگه تا ما براتون توضیح میدیم و این ترکیب عملیات و در واقع ترکیب اونها با هم دیگه من فکر میکنم که مهمترین قسمت کتاب هستش که تو این قسمت شما بایستی بدونید و امیدوارم که متوجه کار شده باشید خب جناب فارسی شما صحبتی دارید؟ امیرزا امیرزا خواسته امیرزا که متاسفانه ما اینجا نداریم خب حالا بذار تا بریم سراغ فصل سوم کتاب خب دیگه
پیام شما نترسید، من غیر فعال میکنم، دیگه احتیاج به پیام شما نیست. اینجا چیزی که میفرستید خیلی بیرفتن. خب حالا بریم سراغ فصل سوم. فصل سوم یکی از فصل‌های بسیار بسیار مهم کتاب است. تحت عنوان جبر و عبارت‌های جبری، کاربرد حروف، بله کاربرد حروف در جبر. خب ما در فصل یک، در فصل یک موقعی که راهبردهای حل مسئله را مطرح می‌کردیم، یکی از راهبردهای مهم کتاب در اونجا راهبرد روش نمادین بود. وقتی داده بودیم که تو فصل سه روش نمادین را دنبال می‌کنیم. ببینید ما تا به حال در ریاضیات از دبستان تا حالا کلن هر چی، هر موردی که میخواستیم بیان بکنیم با یه عدد بود. مثلا یه عددی رو می‌نوشتیم با یه عدد دیگه، حالا یا با خودش یا با عدد دیگه بیان می‌کردیم. مثلا می‌گفتیم که ما اگر داشته باشیم، مثلا فرض کن که تو بعض محاسبات رو کار می‌کنیم، مثلا اگر داشتیم دو به اضافه دو به اضافه دو به اضافه دو به اضافه دو، می توانیم این جمع را به اختصار این پنج ضرب بر دو، یعنی جمع را در قالب یه ضرب خلاصه بکنیم که بله پنج ضرب بر دو همان ارزشی دارد که این دوها دارد. شما اگر این دوها را با هم دیگه جمع کنید، دو تا به دو تا چهار، تا با دو تا شیش، تا با دو تا هشت، تا با دو تا ده، پنجتی هم ده. اما این از نظر نوشتن خیلی خلاصه تر از اینه، جایی کمتری بگیره، سرعت به دست آوردنش خیلی سریع تره، بعد نوشتنش خیلی راحت تره و خیلی مسائل دیگه. حالا سوال اینجاست که آیا فقط برای دو ما میتوانیم چیزی بکنیم؟ همه میگن که نه، ولی عقلا میشه. بگم شما که نشون ندادید چجوری میگید میشه؟ باید نشون بدید. برای من اگر به جای دو بیام عدد منفی سه رو انتخاب کنم، به علاوه منفی سه بکنم، به علاوه دوباره منفی سه بکنم، دوباره به علاوه منفی سه بکنم، دوباره به علاوه منفی سه بکنم، میتونیم به اختصار اینه بگیم پنج ضرب در پرانتز منفی سه. خب این بسطورتی قبول است که ارزش اون با اینا برابر باشه. بعد چی میشه بکنیم؟ خب این منفی سه با منفی سه ما که در آقا میشه منفی شیش، منفی شیش با منفی سه میشه منفی نو، با منفی سه منفی دوازده منفی پونزه، اینجا هم مثبت در منفی میشه منفی پنج تا پونزه. خب حالا آیا ما حوصله داریم همه عددها را بنویسیم به اینجوری نشون بدیم؟ میگیم که حتما برای ما مقدور نیست، ما چند تا عدد میتونیم بنویسیم به اینجور نشون بدیم. خب در ریاضیات به خاطر اینو به شکل یک قانون در میارن، میان به جای عددی مثل دو، مثل سه، مثل منفی سه، مثل غیره، از یه نمادها و یک علائم استفاده میکنن که با آن میگیم کاربرد حروف. مثلا میگم به جای عدد سه یا منفی سه یا دو از یه حرف استفاده میکنن، مثلا من از حرف آ استفاده میکنم، میگم آ به علاوه آ به علاوه آ به علاوه آ به علاوه آ. در اینجا آ نقش یک عدد داره، پس وقتی که ما میگیم کاربرد حروف در جمع، در جمع وقتی ما میگیم آ، آ منظورمون یه عدده. حالا اون عدد چیه؟ ممکن دو باشه، ممکن منفی سه باشه، ممکن چیز دیگه باشه، هر چی میتونه باشه. و اینه دیگه ما
معاف میشین که برای مثال بزنی دو بار دو بار دو بار دو بار میشین یا منفی سه اینطوری میشه. بیم رقمی آشد کلیت میدیم به کار، میگیم هر عدیدی تو جای آرزایی میتوانی بگویی برابره و در اینجا بگید پنج ضرب در آب. بله اینجا پنج نشانگر تعداد آهاست، همونجوری که در اینجا پنج نشانگر تعداد دعا بود، این پنج نشانگر تعداد منفسه ها بود، این پنج هم نشانگر تعداد آهاست. و این شکل کلی که با کار بریم میگن با کار بردن حروف به جای عدد، به جای برای عدد ها به طور کلی. و موقعی که یه عدد با یه هر بر هم زرد می شوند می توانید عدد زرد رو به کار ندهید و به اقتصار بمیزید پنج ای پنج آ. حالا بعد میگن آقا فقط حرف آ رو میتونی به کار ببری، میگیم نه تو هر دو دیگه به کار ببر، حرف ایکس به کار ببر، حرف ان به کار ببر، حرف ان به کار ببر، هر دو حرفی تو انتخاب کنی اشکالی نداره. پس وقتی که مثلا ما یه جایی مثلا مثلا سه ایکس، ایکس این چیه؟ یه عدده. حالا بعد میگم خب چه عددیه؟ میگیم تو هر عددی تو دلت خواست بذار، چه فرقی میکنه؟ ما چرا میگیم اینجوری به کار میگیریم؟ میگیم حروف به کار میگیریم؟ چون عدد زیاده، ما چند تا میتونیم اینجوری بنویسیم مگه؟ عدد ها بیشمار، ما الان میتونیم بیشمار عدد ها بنویسیم و بگیم همه اونها وقتی پنج دیگه پنج زرد در رو بکنه میگیم نه. و میگیم یه شکل کلیت بهش میدیم، میگیم پنج زرد در ای یه پنج زرد در یه عدد بگیم اگه عدد پنج بار ها خود جمع شه پنج زرد در او عدد تموش میگیم. در این ترتیب سه ایکس یعنی سه ضرب در یه عددی که در اصل این چی بوده؟ در اصل این بوده ایکس به اضافه ایکس به اضافه ایکس، یعنی یه عددی بوده با خود جمع شده دوباره با خود جمع شده. این کاربرد حروف میشه. یعنی شما الان به جای عدد از چی استفاده میکنید؟ از حروف. و ما در جبر و در ریاضیات از امسال و تا سال آینده دیگه مثال عددی به کار نمیبریم که میگیم دو به علاوه دو به علاوه دو، میگیم ایکس به علاوه 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 ایکس. و این ایکس نقشه همون دو داره، نقش منفی سه داره، نقش یک دوم داره، نقش دو نیم داره، نقش سه پنجم داره، نقش سه داره، نقش هر چی میتونه داشته باشه. و اینجا ما وقتی میگیم ایکس یعنی یه عددی، به دیگه این عدد که کلیه همه عدد رو در بر بگیره، در صورتی که اینجا شما فقط به دو میتونید همچنی رو کار ببرید که این پنج در بده. حالا اگه یه عدد شد مثلا چهار دیگه میتونید پنج در بده بوده، ولی اینجا ما میتونید پنج در بده چهار، اینجا اگه آمون چهار باشن میشه پنج در بده چهار، اگه آمون منفی سه باشن میشه پنج در بده منفی سه، اگه آمون دو هفتم باشن میشه پنج در بده دو هفتم. اگه اینا در افتون باشه می در افتون در افتون در افتون در افتون در افتون وقتی نمیشه پنج در افتون در افتون بوده. حالا این آرام در افتون باشه در افتون 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 بیشه این پنج در افتون در افتون. این قانونی فرموله به اصطلاح بدون در یک کلام ساده رو میگن جهر در حقیقت فرمول سازیه، ساختن یک فرمول برای آسان‌تر شده کار. مخصوصا ما در درس مثل فیزیک در سال‌های آینده خیلی از این کارا داریم، خیلی از چیزا برامون به کار میاد، باید از این حالا باهاش آشنا بشیم. و اما در ریاضیات موقعی که یه عدد ضرب در یه حرف میشه به اون اصطلاح میگن جمله. پس جمله چی شد؟ ضرب یک عدد در یک حرف. تکرار بکنم، ضرب یک عدد در یک حرف رو بهش میگن جمله. بله مثلا وقتی برای ما میگن که مثلا هفت ام یه جمله هست. چرا؟ چون اینجا وقتی علامت نمیذاره یه زر، وقتی وقتی یه عدد با یه حرف باشه میدونی علامت زر رو نذاره، تنها علامتی که میتونی نذاری زره.
حالا اگه علامتی دیگه اینجا باشه به من نزشتوش معنی زرد بیاره میکنه. چون یه عدد با یه حد برای من زرد شدن دیگه میگیم یه جمله در جرد که به عدد قسمت عربی استرحان میگن ضریب، قسمت زرد شده میگن عدد عدد بهش میگن ضریب عربی، ضریب عددی. و به قسمت معرفی اصطلاحا میگن متغیر یا مجهول هم میگن. حالا این متغیر یعنی چی؟ متغیر یعنی چیزی که تغییر میکنه. شما یه دارت هم اونا ممکنه 5 باشه، یه جایی ممکنه 7 باشه، یه جایی ممکنه منفی 3 باشه. همونجوری بود که من اینجا گفتم نه اگه آمون ای در باشه میشه 5 زرده در. حالا موجود آمون در باشه منفی 4 باشه میشه منفی 4 منفی 4 منفی 4 منفی 4 میشه 5 زرده منفی 4. تبدیلی که آمون در باشه قدر باشه منفی 4، چون تغییر میکنه با آن چی میگن؟ متغیر. پس متغیر به قصد حرفی گفتی میشه، چون ما میتوانیم آن را یه بار در بگیریم، یه بار منفی 3 بگیریم، یه بار 2.5 میگیریم، یه بار 1.5 میگیریم، هر وقتی که دلمون خواستیه اگه میتونی 3 بگیریم. خب این میشه چی؟ میشه کاربرد حروف. و اما این کاربرد حروف در واقع نقش بگم ساختن فرمول هم داره. تا من الان یه مثال برات بزنم، مثلا برای نمونه ما کاربرد داشتیم، مثلا وقتی که تو قسمت فرد 1 بگم 3، بعد میگفتن عدد 8، بعد میگفتن عدد 13، بعد میگفتن عدد 18، بس نقطه میزدن یادتون هست؟ یادتون هست که ما میگیم برای این یک الگو پیدا کردیم؟ الگو هم اینطوری بود، میگفتی این عدد با 5 جمع شده شده 8، 8 با 5 جمع شده شده 13، خب 13 با 5 جمع شده شده 18، هیچه با پنج همشه بعد ساخته میشه. حالا ما برای ساختنی میونیم یه عدد پنج رو مینوشتیم، ضرب یک کلمه فارسی میکردیم. او کلمه فارسی بود شماره شکل، واضح بود که هست اینا رو فصلیت میگفتیم. پنج ضرب در شماره شکل میکردیم، بعد میونیم به جای شماره شکل عدد یک میذاشتیم، میونیم پنج یکی پنج تا. بعد این سه رو میساخت نمی‌سازه. پس چه کارش کنیم؟ آفرین، درست هستیم. بعد منهای دو می‌کنیم که این میشه چی؟ علمیه ما. حالا ما اینجا در جرد که بخونیم، جرد که خونده ایم، دیگه نمی‌گیم کلمه شمارشت بذاریم، می‌گیم به جای شمارشت علیه هر استفاده می‌کنیم. و اینه اینجوری می‌نویسیم 5 ضرب به N، به جای شمارشت هر به N بکارم بریم. منهای دو که می توانیم این ضربه رو مثلا بذاریم به حساب میزیم 5 n منهای دو. این میشه فرمول کار ما، این میشه الگوی ما. حالا شما بیا به جای n یک در بیارید، یک در بیارید. خب اینجا گفتی وقتی بین n و 5 علامت یعنی ضربه، خب یکی رو ضرب در 5 کن چه 5 شد، منهای دو کن عبدی میشه. به جای n دو در بیارید، خب دو یه الان زرد دیگه، دو پنج در ده ده تو کنش در دار میشه هشت. به جای سه در در بگیم، سه زرد در من میشه پونزه، پونزه من آی دو میشه سیسته. چهار در در بگیم، چهار زرد در من میشه بیست، بیست من آی دو چیز. حالا که اگر مثلا اینجا ده همیشو میخواییم به جای این میذاریم در متغیره دیگه، هم میتونیم به جای این یک میذاریم تا این بسازه، دو بسازه تا این بسازه، به جای این سه رو تا این میسازه، چهار رو تا اون میسازه، ده هزار رو ده اون میسازه، چون این متغیره. متغیره یعنی ما میتونیم هر عددی بذاره بیجاست دیگه، ده هزار این ده هزار رو ده تن پنجا پنجا رو نگه که چه داشت. یعنی شما اگر ادامه میدید جلو ده همین عددی که ما اینجا خواهیم داشت چه را هشت باید بود. این فرمول سازی یعنی با کاربرد نگاه به جای کلمات بگم، به جای کلمات حروف دیگه، حروف فارسیه، کلمات فارسی هم یه حرف رو انتخاب کنیم. حالا به جای این
هر دیگه هم بکنه رو بده اشکال نداره. ال هزار، آ هزار، دی بزار، دی بزار، هر چی بزنه اشکال نداره. حالا اگه یه وقتی سآل شما با جمله ایران بسار، یه شما به جای این، به جای کلمه شما چی این بسار بزار. دی بس دی بسار داره، خواهش به شما میگه این کار رو بکنید. خب، یا مقاله دیگه مثلا شما میتونید از این به جای این کلمات امور بکاردگی دارد. مثلا در ریاضیات به در هندسه مثلا شما مقاله مشابه زیاد داشتید. مثلا میبینیم که به فارسی میگیم ما مثلا میگیم اگه ما یه مربع داشته باشیم به ضلع مثلا هفت، خب اصلا به ضلع زرش بزنم آن، خب محیط این مربع یعنی دو دبلش میشه محیطش برابر با آ ب داره یکی آره ب داره رو بالایی، ب داره بغلی، ب داره پایینی، درسته؟ حالا به جایی آ ب داره آ ب داره آ ب داره هم تو میگی چهار آ، این چهار آ میشه محیط مرحب که من به جایی محیط مرحب به یک کلمه محیط میتونم از یه حرف انگلیسی استفاده کنم به نام پی برابر با چهار آ. این فرمول فرمول محیط مرحب است. بله شما قبل به شکل کلامی میبودید محیط مرحب میشه اندازه یک زل ضرب در چهار، آسانش دیگه اندازه یک زل علامت میزه ضرب میدونید که دیگه خواهر من خیلی زیاد جمعه رو گفتن وقتی علامت نمیذاره یعنی ضرب اندازه یک زل ضرب در چهار، درسته؟ آیه زله مربع است دیگه، یک زله ضرب در چهار. چه شما بگید چه فارسی بگید اندازه یک زله ضرب در چهار چه بگید چهار چه فرق میکنه؟ یا اگر من یه مستطیل داشته باشم بخوام محیط آن را به شکل جعبی بنویسم تا اندازه یک زله من بگیرمش وای اندازه یک بگیرم ایس، خب میگم محیط این مستطیل را بگو میگیم پی برابر را، خب در واقع این دوی میشه x به علاویه y x به علاویه y به علاویه دوباره به علاویه پایینی که دوباره x به علاویه که دوباره باید خب و این x با این x میشه دو تا x دو تا در این دو x این هم با این میشه دو باید این میشه محیط مستی پر محیط مستی میشه دو برابر x که طوله باید برابر دو بلای برابر هست. این فرمول سازی ها در ریاضیات بهش میگن جبر. بله این کاری که ما میکنیم یعنی از حروف استفاده میکنیم میشه کاربرد حروف، کاربرد حروف. حالا از این کاربرد حروف ما به شکلهای مختلف داریم و به صورتهای متفاوت خواهیم داشت و میتونید شما این رو به کار بریم. مثلا ما برای نمونه میایم چی بگیم؟ میگیم مساحت به فارسی میزنم مساحت دایره فرمول داریه شما هر چی بگیم شا ضرب در شا ضرب در عدد پی این فرمول شما به شکل کلامی اینجوری داریدش. حالا ما اگر به جای کلمات از حروف استفاده بکنیم میشه کاربرد حروف به کاربرد حروف برای من موضوع دست هم اینا کاربرد حروف برای من میان به جای کلمه این مساحت از حرف اس استفاده می کنن. حالا چرا اس؟ اس اول کلمه انگلیسی سرفیس یعنی صورت مساحت صورت مساحت سطح سرفیس یعنی سطح فیس یعنی صورت دیگه شما میدونید که فیس یعنی صورت سر فیس یعنی سطح مساحت خب پس به جای مساحت استفاده میکنیم به جای کلمه شعا از حرف آر استفاده میکنیم میشه آر ضرب در چی؟ دوباره شعا آ خب به جای عرض پی از یه حرف استفاده میکنم بیشه پس میشه اس برابر با آ ضرب در آ ضرب در بی یعنی شعا ضرب در شعا ضرب در از بی که ما بعد این روز هم خلاص تری کنیم و به جای کاری اس برابر با آن جا به جایی هم که اشکال نداره اگر دیگه داریم آ ضرب در آ رو میدیم آ به توانه
تمام ما بعدا میکنیم شون این S برابر با P R رو P R رو P زرد در A زرد در A که ما به شکل خلاصی اینجوری میبینیم شون و این داری P همه رو خیلی کار دراز بکنیم این قد جا بگیره به شکل اقتصادی قدمانی رو به کار میبریم و بیانش میکنیم پس بنابراین جمع در واقع فرمول سازیه در واقع بکارمولن نمازها به جای عدد هستش این مفهوم اولیه از جمع و اما خب ما اولین براتون جمله رو من تعریف کردیم خب جمله بودیم چیه؟ جمله بودیم از ضرب یک عدد در یک حرف مثلا اگر عدد سه رو ضرب بگره مثلا من ضرب آ ببینید چرا میگیم ضرب نظری؟ چرا میگیم ضرب را میگیم نظری؟ و به اقتصاد این سال علت اینه که الان ضرب تقریبا با هر x شبیه هم در میاد ممکنه یکی اینجوری بکنه سه تا x ها به این هیچ وقت این کارا نمیکنن پس بنابراین میگن که وقتی ضرب حتی امکان الان ضرب میگن به کارا نبره حالا چیکار میکنن یکی از راه هایی میان یکیش داخل پرانتز میزنن ممکنه ما بگیم سه پرانتز ها پس اینجا الان این پرانتز نقش ضرب حالا ممکنه ما سه داخل پرانتز داریم آلا بزنه بیرون همینطور میتونیم هر کدوم را داخل یه پرانتز جداگانه بزنیم اشکالی نداره همچنین که بگیم سه یه نقطه بزنیم بعد ها همه این نوشته ها معنی ضرب پس اینکه معنی که سه ضرب دارا این سه ضرب دارا اینجا علامت نذاشته یعنی با ضرب دارا این نقطه نقش ضرب حتی دیگه از همه راحت‌تر اینکه هیچ کدوم به پرانتز به کار بگیرید و نه نقطه و به اقتصاد میزی چی؟ سه خب به سال میتیم چی؟ میتیم یک جمله پس جمله تشکیل میشه از ضرب یه عدد در یک حرف خب حالا اگر من اینجا بنویسم مثلا حرف بی دوباره حرف به بی در هم ضرب شدن این هم میشه یک جمله اگر من اینجا بنویسم چهار ایکس وای اینجا چهار ضرب به حروف ایکس وای شد بین ایکس و وای وقتی علامت میزنی علامت ضرب پس اینجا بین چهار این علامت زرد بین ایکس وای علامت زرد اینجا به جای یه حرف به حرف مده در هم زرد شده چکاری نداره باید این میشه یک جمله باید یک جمله در اینجا به عدد سه میگون چی؟ ضریب عددی و به آن میگونیم متغیر خاطرتون که هست در اینجا به عدد هفت میگیم ضریب عددی بعد بی میگیم متغیر در اینجا به چهار میگیم ضریب عددی و به حروف ایکس وای رو هم میگیم متغیر اصلا کلا حروف متغیر هم یا یکی باشه دو تا باشه ده تا باشه فرقی اصلا نداره خب این معرفی جمله شد اگه تعریف جمله را می نوشید بنظرم میاد که بد نبود یادداشت بکنید که کتابتون یه در دفترتون بنویسید جمله در جمع یعنی ضرب یک عدد در یک یا چند حرف ضرب یک عدد در یک یا چند حرف رو بهش جمله میگن مثل مثلا منفی پنج اچ منفی پنج عدد اچ حرف یا مثلا ما میگن که سه ایکس وای سه عدد ایکس وای حروف هست به اینا میگیم جمله درشید و اما
اگر ما دو تا جمله رو کنار هم دیگه بذاریم، مثلا من داشته باشم سه ایکس و هفت وای، دو جمله هستن. خب من اینجوری چند لحظه نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم، اینو من قطع میکنم و الان را ببینم میشه یا نمیشه. آیه کمالی گفتن که اینا را سیو بکنیم.